حضور مسلمانان در هند به عنوان کشوری با آداب و رسوم مختلف سابقه‌ای بسیار طولانی دارد، اما به خاطر سیاست‌های حکومتی و تحریک بودایی‌های افراطی، همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمانان و دیگر ادیان با هندوها در خطر است. همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد. هند کشور 72 ملت است و پر از فرهنگ‌ها و ادیان مختلف، ولی طی سال‌های گذشته در حال تغییر است. مقامات هندی ده ها نفر را که بیشتر آنها متعلق به گروه‌های راست افراطی هستند دستگیر کردند. اتهام دستگیر شدگان ممانعت از برگزاری نماز جمعه در حومه دهلی است. گروه‌های هندو هفته هاست که به مقامات شهر شمالی گورگاون در حومه دهلی نو فشار می‌آورند تا از اقامه نماز جمعه مسلمانان در فضاهای باز جلوگیری کنند. پلیس روز جمعه حضور خود را در شهر تقویت کرد و دست کم 30 نفر را در حالی که شعارهای ضد مسلمانان سر می‌دادند دستگیر کرد. منتقدان حزب بهاراتیا جاناتا نخست وزیر را به آزار و اذیت اقلیت‌ها از جمله اقلیت مسلمان کشور متهم می‌کنند، اما دولت مودی این اتهام را رد می‌کند و اصرار دارد که هندی‌ها از همه مذاهب از حقوق برابر برخوردار هستند. حزب بهاراتیا جاناتا بر ایالت هاریانا که پایتخت آن شهر گورگاون است حاکمیت دارد. خشونت علیه مسلمانان هند همچنان ادامه دارد و مساجد، خانه‌ها و مغازه‌های مسلمانان در ایالت تریپورای هند مورد حمله و تخریب گروه‌های افراطی هندو قرار گرفته‌اند. تنش‌ها در منطقه شمال شرقی هند پس از آتش زدن مساجد، خانه‌ها و مغازه‌های مسلمانان توسط گروه افراطی هندوتوا تشدید شد. پلیس هند برای جلوگیری از تکرار خشونت در این منطقه واکنش نشان داد و تجمع بیش از 5 نفر را ممنوع کرد. خشونت‌های جدید علیه مسلمانان در 26 اکتبر پس از تظاهراتی که توسط شورای جهانی هندوها ترتیب داده شد آغاز گشت. این تظاهرات با سخنرانی‌های تحریک‌آمیز علیه مسلمانان همراه بود. در 27 اکتبر در گزارشی که از سوی انجمن محلی حمایت از حقوق مدنی منتشر شد، فاش شد که حداقل 16 مسجد توسط اعضای گروه افراطی هندوتوا آسیب دیده و بسیاری از خانه‌ها و مغازه‌های متعلق به مسلمانان به آتش کشیده شده است. حالا در برخی نقاط نیروهای حکومتی دست به بازداشت تعداد اندکی از هندوهای افراطی زدند تا اوضاع را کنترل نموده و مسلمانان را آرام کنند.